قیافت معلومه دیوانه ای بعدش هم دیگه تموم رفت بود دنبال دندون کشی به این کارهای آرتیستیک کاری نداشته باش درک آثار هنری روحیه هنری میخواد که این خطرات رو تحقیق کنه بهش بگو خانواده است اون حرف آخر رو همین اول بزن تکلیف رو بزن مقانه باشو تو که نگفته بودی این کاری درسته از وقتی که شوهر مرحوم فوت کرده من کارش ادامه میدم البته خودم هم استعدادش رو داشتم ببخشید کار شوهر مرحوم این چی بود؟ خرید فروش اشیاء آنتیک پس برا همونه این کار شدی بعد یه تقریبه شده اگر همون اول زده بودی تو سینه‌اش سینه زن مردم اینجوری نه چجوری؟ اگر جلوش محکم ایستاده بودی سرش یه داد زده بودی دیگه جرأت نمی‌کرد هر روز بیاد حیف شد چه برنامه ای رو از دست دادی؟ منظور تو چی بود؟ چه برنامه ای رو از دست دادی؟ تو مترو آدم رو یه جوری نگاه میکنن که انگار داشتن یه چمدون اینقدر یه جرمه به نظرت این بزرگه؟ با شیر و شکر؟ نه خیلی بدون شیر و شکر؟ من خودم واقعا دریای استعدادم از اون به چمان سرمایه رو باید حفظ میکردم اگر شما ها این فکرشو بکنیم یک زن اونم تنها توی دنیای بیرم بدون مرد من یه آدم روشن فکرم زیاد اهمیت نداره این مسئله هستم ولی دیگه جلو کسی دیگری نداره خوبی آدم عرایزتون تموم شد جناب روشن فکر یه شاهکاره ولی چشم بصیرت میخواد که تو نداره ببین اسی جان برای قضاوت کردن یه کار هنری آدم باید وجدانش رو گیر کرده دستش به نظر من این تابلو خیلی مزخرفه آقای این کاره بالاخره ما که از پشت کوه نیومدیم تابلو زیاد دیدیم نه خیلی ندیدیم فقط تماشا کردیم این دوتا با هم دیگه خیلی فرقایی هست نه نه بفرمایید صاحب خانه اسی صاحب خانم؟ من صاحب خانم بله بله من منظورم همین بود در واقع چون اسی هم شما رو یه جورایی دوست داره سبک مدرن کلاسیکو در هم آمیخته انتخاب رنگ ها شاهکاره اسی جان من یادمه از بچگیش با ریاضیات مشکل داره اسی جون دو تا شرط میشه اینقدر خودم و خودت نکن هنوز نفهمیدی در اثر اتحاد پیروزی به دست میاد اتحاد مبارزه پیروزی اتحاد مبارزه پیروزی خب میتونیم راجع به فروش شکمی فکر کنیم اوکی عالیه فکر کنیم من موافقم برای فروش کنم فکر کاملا موافقم نکن تابلو الان مال کدوم اسمان هست مال من بید اصلا نمیاد میخواهی این تابلو رو بفروشی واقعا نه میخواد ترشی بندازه
من خودم روزی 10 تا از اینا میتونم بکشم. از شما؟ شما آقای واسیلی کاندیسکی هستی؟ خوشبختم. چرا همش منفی میبافیم؟ بهتون میگم من اونجا یه مشتری خیلی خوب برای سراغ دارم، باید هرچه زودتر اینو برسونم به دست مشتری. موقعیت از این بهتر دیگه برای من کجا دیر میاد؟ یعنی منظورم اینه که اگه خدا نکرده مثلا اگه مسافرت نمیرفتیم میتونستیم امشب یه مهمونی خیلی عالی را بندازیم. اگر من جای تو بودم، اگر جای تو بودم این حرف رو زده بودم الان از خجالت آب میشدم میرفتم.